هر جای دنیا هستین ایرانیا خوش و سلامت و شاد باشین امیدوارم که دلاتون همیشه گرم باشه عزیزان دلاتون همیشه شاد باشه لباتون خندون باشه و هر جای دنیا هستین نشستین ما رو میبینین امیدواریم که ما رو به خانه های گرم خودتون بپذیرید وقتی دیگر اومد اومدیم اومد اومد خدمت شما به کارگردانی آقای یاسر عزیز امیدوارم که نشستیم و چایاتون براز که بتونیم درس امروز رو که کلگه به ماست امروز پنجشنبه است پنجشنبه ها درس از کتاب مقدس داریم برای شما عزیزان دوشنبه های ما برای چی خبر از ایرانه به هر حال وقت کم مجبورم امروز فقط برای درس شروع بکنم به با درس کتاب مقدس بریم که کلام و خداوند زندگی ما را عوض بکنه به شخصیت های ما را عوض بکنه به تبدیل زندگی بکنه برای ما ایزا برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمتون خداوند داشت گزار برای این وقتی که به من دادی قدوس از تو می طلبم در نام پرجلال ایسای مسیح خداوند برنامه من تحت کنترل ایمایت و ایدایت خودت قرار بده خداوند. از تو میتلبم در نام پر جلالت. خداوند برنامه منو در قدوسیت نامت خداوند کنترل بکن. هرچی که از زبانم بیرون میاد نام تور جلال بده خداوند. و از تو میتلبم در نام پر جلال مسیح خداوند. هر نوع شریر و شرارت از ما دور بکنه خداوند. به قلب رو آماده بکن تا واقعا وقتی خداوند کلامتون میشنون به کلامت ایمان بیارن شکر میکنم به نام عیسی مسیح آمین شعر ما رو که همش میخونیم براتون بیزا شعر ما رو بخونیم عزیزان براتون میگه عشق و فیض عیسی مسیح میگه ای مسیح جان ای مسیح جان من در دست توست فکر من افکار من با نام توست عشق تو مهر تو از فیض توست معف کردی تو گناهام گناهم را با خون تو من پشیمانم از گناهانم ببخش درک نکردم فیض مهرت را مسی تازه فهمیدم که هستی تو خداوندی مسی عشق را از تو من آموختم بارور کردی محبت را در فکر من تا کنم آزاد این جسمم مسی تو خدایی پادشاهی ای مسی تازه فهمیدم که هستی تو خدایم ای مسی عشق خود ثابت نمودی از ازل تو ای مسی من به تو وابسته هستم ای خداوندم مسی امیدوارم خوشتون اومده باز عزیزان اینم از شعر ما امروز میخوام عزیزان من از یوحنای چارده براتون بخونم عزیزان که اسم برنامه سخنهای حیات بخش بابا خب عزیزان من چه خبر از ایران ما البته با چه خبر از ایران نیست درس امروز ولی شنیدم که یک گنبد نمکی در غشم است که میگن طول این تونلی از میسه غار علی صد غاری است که میسه غار علی صد مدت غار علی صد خیلی کوچیکه میگن این 6600 متر سالا محدودش پیدا کردن الان خیلی جاره نمیتونن پیدا کنم مثلا خیلی بزرگه میگن اینو داره دولت خرام میکنه یا یک همین دولت مردان دارن خرام میکنن که اونجا پرورش میگو درست بکنن مردم هم یک مدت اعتراض کردن ولی مردم به اعتراضای شما ادامه بدین دریای خزر بردن چی کردین الان هیچ کس کسی یک ج... یه مددی حرفی زدین تموم شد رفت دریای فارس رو دارم میدم به دادم به چینیا کلی تمام سرمایه های ملی مردم رو برداشتن مروارید و چی و چی بردن الان میگن کیش هم دارن 25 سال اجاره میدم به چینی ها میدونین که تا حالا ادنامه ترکمجار رفت نمیدونم بحرین رفت گلستان رفت دریای خزر رفت نمیدونم هر کفت زری که از ایران رفت دیگه بر نگشت مردم فقط شما قدرت دارین که به دهن این جمهوری اسلامی بزنین که نذارین به این سادگی همه چیتون رو ببرن یعنی به همین سادگی دارن با یه امضا میلیاردها دلار میگه از چین دارن میگیرن که اون کیشو بدن به اونا 25 سال ایجاره بدن به اونا اول حرفش میزنن آروم آروم بعد دیواجی هم قراردادش هم میگن آماده کردن که میخوام بمیسن شما مردم باید بیاین بیرون شما مردم باید نظریم خی... دریای در خزر به همین سادگی الان مجلس تصمیم نکرده نذارین هر کیم مجلس و دولت و اینا همه هیچ کارن هر کاری از اون خامنه ای خائنه خب عزیزان من بهترین چیز از پیام خداوند بگیریم که آرامش بده به ما ویلا این مردم این دنیا بجز نابودی این دنیا چیز دیگه نیست ایران رو که میبینی همه این دولت مردان دولت مرد نمیشه گفتین یک ایده فسیل و آخوندای قیافه تو نگاه بکنن همه پیر پاتال هشتان، نباز ساله، هفتاز ساله هستن نمی فهمن. حرف دادن بلند نیستن اینا برای مردم دارن تکلیف تقییم میکنن یک ده مزدور هم هستن پول میگیرن از اونا طرفتاری میکنن برای علای ملت ایران مرده من یه دونه فرستادم برای یاسی جان بتونه برای براتون نشون بده بچه ها از رودخونه دارن عبور میکنن که به زور زحمت برن تا مدرسه یا کلاس درس بعدا میخوان تو سوریه برایشون آموز بربرش و کلاس درس بزنن اینا غریبه و بیگانن مردم تا کی باید بشین این ها بر شما حکومت بکنن امروز از یوانای چارده براتون میخونم عزیزان آخرین سخنان عیسی که میگن که سخنان حیات بخش میگه خاطرتان آسوده باشد شما که با خو... به خدا ایمان دارید به من نیز ایمان داشته باشید نزد پدر من خدا جا بسیار است میگه وقتی این زندگی رو ترک کردیم پیش خداوند جا بسیار اونایی که واقعا کارهای خوب کردن تو این دنیا و مورد قبول هم مردم این دنیا هم خدا هست اونجا میگه جای خوبی دارن میروم تا جایی را برای شما آماده کنم عیسی مسیح وقتی اومده بود دو هزار سال پیش وقتی تعلیم داد بعد به صلیب کشیدم بعد از به قدرت روی خدا, خدا سه روز بعد از مردگان قیام کرد گفت من میرم برای شما اونجا جای تعیی بکنم که وقتی اومدیم پیش من باشی وقتی همه چیز آماده شد باز خواهم گشت و شما را خواهم برد که زمان آخر میشه تا جایی که من هستم شما نیز باشید اگر غیر از این بود به طور واضح به شما میگفتم شما میدانید من کجا میروم به میدانید چگونه به آنجا بیایید وضعیت با رو نگاه بکنید واقعا ما ملت بایستی خودمون در فکر خودمون باشیم بچه ها اینجور سخت برن ما بچه های ما با سختی درس بخونن توی استانای محروم مدرسه ندارن تو سرا دارن درس میخونن بعدا اینا میخوان برن تو سوریه مدرسه بزنن خیلی بدبختیم خدایش واقعا به اون رفیق رشدی ما داغانیم بر داغان عیسی <تص> مسیح گفت شما میدانید من کجا میروم و میدانید چگونه با آنجا بیایی توما گفت یکی از شاگردانش گفت نه نمیدانیم ما اصلا خبر نداریم شما کجا میروید با این باز این همه عیسای مسیح برایشون سه سال با اینا بود این همه معجزه‌ای که مرده رو زنده کرد که من میرم بالاخره اینا از غو از قوم یهود بودن بالاخره از تعلیمات یهود چیزایی میدونستن از کتاب عداتیق یه چیزایی میدونسم وقتی عیسی مسیح صحبت میکنه با میگه من میرم اونجا جایی برای شما تحیب میکنم بعدم میام شما هم میبرم پیش خودم تو ما میگه نه ما اصلا نمیدونیم تو کجا داری میری میگه پس چطور میتوانیم را راه پیدا کنیم میگه من نمیدونیم اصلا شما کجا داری میرین ما چجوری راه پیدا کنیم فعلا که عیسی مسیح با شماست میگه من میرم و میام دوباره شما رو میبرم یا اگرم بعد از اینکه این زندگی رو ترک کردین اونجا میایم پیش من عیسی به او فرمود را منم گوش میدیم به این عیسی مسیح میگه را منم زندگی منم هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من هیچ کس نمیتونه به خدا برسه بجز از وسیله از رای که ایسای مسیح به نام ایسای مسیح به وسیله ایسای مسیح به خداوند برسه به خدا برسه چون ایسای مسیح این عادلی است که آخر زمان این میاد اونجا شما رو داوری میکنه زمان آخر وقتی تموم شد اومد با جلالش اومد میاد شما هم داوری میکنه بترسین از اون روز در معدودیت این جسم هستین در این زمین هفتا سال شش سال پنجاه سال هشتا سال نمیدونید اگر میدانستید من کیستم به شاگرداش میگه اگر میدانستی من کیستم آنگاه میدانستید پدرم کیست اما از حال به بعد او را میشناسید میگه گوش بدین کلام عیسی مسیح رو میگه اگر میدانستین به خصوص اونایی که مسلمونن یا هر دینی داشته باشین گوش بدین ببین عیسی مسیح چی میگه میگه اگر میدانستین من کیستم آنگاه میدانستید پدرم کیست اما از حال به بعد او را میشناسید میگه من دیدین پدرم شناختید من در خود پدر هستم من و پدر یکی و او را دیده فیلیپ گفت آقا خدای پدر را به ما نشان بده با این وز میگه من و پدر یکی هستیم از حال منو دیدیم پدر رو دیدیم باز فیلیپ میگه گفت آقا خدای پدر را به ما نشان دهید که همین برای ما کافی است میگه خدا رو به ما نشون بده خدای پدر رو همین برای ما است عیسی مسیح میگه من دیدید پدر رو دیدید عیسی جواب داد فیلیپ دیگه واقعا باعثی سه سال این تعلیمات این بچه ها رو باعث ساخته باشه میگه عیسی جواب داد فیلیپ آیا بعد از تمامی مدتی که با شما بودم هنوز هم نمیدانی من کیستم هر که مرا بیند خدای پدر را دیده است عیسی مسیح میگه هر که مرا بیند خدای پدر را دیده است پس دیگر چرا میخوای او را ببینی میگه بابا من و پدر یکی هستیم من روی خداوندم کلام خداوندم که صادر شد اومدم من خودم اونم چجوری بهت بگم آیا ایمان نداری که من در خدای پدر هستم و او در من است این همه کارها رو که الله انجام داد برای تو رو زنده کرد جزامی رو شفا داد شل و خرامان کرد کور بینا کرد این همه تعلیمات داد باز میگه داری از من میپرسی میگیم آیا ایمان نداری که من در خدای پدر هستم و او در من است ای مسلمان های عزیز گوش بدیم به این عیسی مسیح نگیم فقط پیغمبر اول من بدن مخالفت بکنیم باش گوش بدیم پی... کلام عیسی مسیح این خود عیسی مسیح چی میگه بعد بهش ایمان بیارین نتیجهش هم ببینید سخن سخنانی که میگویم از خودم نیست بلکه از پدر من خداست که در من زندگی میکند میگه سخنانی که میگویم از پدر است که در من زندگی میکند من میگه در پدر زندگی میکنم بابا چجوری باید بگه ما همونم ما همون خدا و خداوندم که اومدم پایین میسی که من اینجا دارم صحبت میکنم کلام من دارم میبریم. همه دارن میشنوند کلام خدا بود عیسی مسیح روی خدا بود شما خدا رو ببینیم میبینید چون خدا خودش نور کامله به جسم عیسی مسیح روی خدا در جسم عیسی مسیح اومد که شما بتونیم ببینیم باش حرف بزنید و اوز که این کارا را میکند فقط ایمان داشته باش که من در خدای پدر هستم و او در من است بریم یک سرود اگه باشه گوش بدیم بعد بیایم بقیه برای شما بخونم اسم میگم سردار سپاه ما ایسا. او خدای جنگ ازانه خدای دلتون شاد باشه لباتون خندون باشه عزیزان داریم از یوحنای چارده میخونیم سخنان حیاتبخش بخش که آخرین سخنان ایسای مسیح است به شاگردانش و به حالا که ما داریم گوش میدیم برای ماست چون وقت ندارم بلا از بالا دوباره براتون تون میخوندم تا آیه در خوندم از, از تا نو خوندم از ده دوباره براتون میخونم میگه آیا ایمان ندارین که من در خدای پدر هستم و در او در من است سخنانی که میگویم از خودم نیست بلکه از پدر من خداست که در من زندگی میکند و اوست که این کارها را میکند فقط ایمان داشته باش که من در خدای پدر هستم و در او در من است میگه انسان ایمان داشته باش که من در خدای پدر هستم و او در من است یعنی من خود و اون پدرم پا من پسر و پدر یکی هستیم هیچ کسی این ادعای نمیتونه بکنه. کسی ادعا میتونه که عملم انجام داده باشه مرده رو زنده کرد هر کاری دلت بخواد میکرد یعنی خود آفرینده بود کلام خدا بود روی حیات بخش بود روی خدا بود به خاطر هم میگم من دیدیم پدر رو دیدین سخنان من سخنان پدره سخنان پدرم سخنان من هر دو با هم یکی هستیم مگر نه به خاطر این معجزات بزرگی از من دیده اید به من ایمان آورید مرده رو زنده کردم نمیدونم فلج سی ساله که اونجا افتاده بود براتون گفتم پاشو پاشو رفت کوری که چشم نداشت توی سیاهی چشم نداشت با گل براش درست کرد اینک می می این که میگویم عین حقیقت است هر که به من ایمان بیاورد این که میگویم عین حقیقت است هر کس به من ایمان بیاورد میتواند همون معجزاتی را بکند که من کردم و حتی بزرگتر از اینا نیز بکند چون من نزد پدرم باز می کردم چرا میگه؟ میگه کسی که به من ایمان آورد اگه ایمان داشته باشه میتونه همون کارا مرده رو زنده بکنه به نام من دیگه به نام خودش نگفت اون لحظه چون خودش به نام خودش که خودش در پدر یکی بود ولی منی که امروز ایمان آوردم اگه ایمان کامل داشته باشم به عیسی مسیح میتونم رو دعا بکنم بگم زنده شو هر کاری که عیسی مسیح کرد منم میتونم ولی هیچ شکی به خودم باید راه ندم کوچکترین شک را بدم معجزه نمیتونیم ببینین کاری نمیتونم بکنم ولی کاملا ایمان صد دستر ایمان داشته باشم زنده میشه شما میتوانید با بردن نام من هر چیزی از خدا درخواست کنید به نام عیسی مسیح که گره گوشای زندگی من توس هموطن برادر خواهر عزیز مسلمان من امروز به این عیسی مسیح باید ایمان بیاری به در نام عیسی مسیح دعا بکنی تا واقعا نتیجه شو ببینی پیغمبر اول العزم نمیدونم اینا ولش کن عیسی مسیح رو ایمان بیار که خونش ریخته شده به خاطر گناههای ما که گناههای ما پاک بشه وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری خونت پاک خونش میریز در گناهانت گناهانت پاک میشه وقتی در عیسی مسیح زندگی میکنی همون کارهایی را میتوانی بکنی که خود عیسی مسیح میکرد مرده را زنده بکنی کور به نام عیسی مسیح دعا بکنی شفا پیدا بکنی شل و خرامان بکنی و من آن را به شما خواهم داد میگه هر چی درخواست بکنی اون من اونو به شما خواهم داد فقط ایمان داشته باشید شک به خودتون را ندید چون من که فرزند خدا هستم هر چی برای شما انجام دهم باعث بزرگی و جلال خدا خواهد گردید وقتی به نام عیسی مسیح شما کار عظیم انجام میدین همه میبینن خداوند خداره دارین جلال میدین خدای پدر را جلال میدید عیسی مسیح رو این جلال میدین به خاطر همون میگی به نام من درخواست بکنین انجام بدین من به شما خواهم داد باور بکنین فقط بلیف میخواد همین بله نام را ببرید و هرچی لازم دارید بخواید تا به شما عطا کنم میگه که ولی شک به خودت را ندی یعنی یک در هزارم اگه شک به خودت را بدی دعا دیجابه نمیشه باید ایمان کامل داشته باشی، یعنی یقین داشته باشی اون چیزی که میگی انجام میشه ایمان همینه به چیزهایی به ایمان اینه که چیزهایی که مثلا باور نداری اصلا میگی نمیشه اون میشه میگن ایمان اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت کنید وقتی با عیسی مسیح را میدید وقتی سخنان عیسی مسیح رو گرفتین و مثل اون را میرین و هر چی که تعلیم داد انجام میدین همه اون کارا را میتونیم بکنیم و من از پدرم درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید مسلمان های عزیز این آیه رو خیلی شما گیج میشین میگه من از پدرم درخواست خواهم کرد تا پشتیبان به تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند اینو مسلمونا بعضی ها که میخوان علیکی یه میگن اینجا گفته من میرم احمد میفرسم محمد میفرسم نه عزیز پشتیبان دیگری که با شما بماند همیشه یعنی روی قدوس خداوند خودش اینجا اعلام میکنه این پشتیبان و تسلی بخش همون روی پاک خداست میگه روح القدس برای شما میارم روح القدس رو به شما میدم که روی قدوس خدا در شما کار بکند به شما بتونین مثل من کار انجام بدید نه اینکه میگه این آیه رو میگیرم میگه اینجا گفتی عیسی مسیح گفته من میبینم محمد میفرسم عیسی مسیح گفت بعد از من پیامبران دروغین زیادی خواهند آمد به خصوص پیامبرانی ها میگاین که ایده بسیاری را به رای این عراف میکشن یک میلیارد و چهارصد میلیون مسلمون الان است این ایده بسیاری نیست بس اینجا نگفته من میرم محمد و احمد میفرسم برات میگه من پشتیبان امون روغ القدس براتون میفرسم که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد مردم دنیا به او دسترسی ندارند چرا؟ برای اینکه میگه چون در جستجی و او میگه مردم دنیا به او دسترسی ندارند چون نه در جستجوی او هستند و نه او را میشناسند خیلی ها در جستجوی نیستن که عیسی مسیح را بشناسن روی خدا رو بشناسن نمیبینی همه ای آدمایی که مسلمان میان طالبان پالبان همه توفنگ بر میدارن مردم میکشن تنها که وارد بشی دیگه خارج نمیتونی بشی در هر دینی در دنیا وارد بشی میتونی راحت خارج بشی بگی آقا من این قبول ندارم یا مثلا به من نمیخوره تنادینی که نمیتونی ازش خارج بشی <تصفح> چیه اسلام به قول باز اون رفیق رشتی ما داغانیم بره داغانیم <تصفح> در جسجی او هستم به نه او را میشناسن ولی شما در جستجوی او هستید اونایی که به عیسی مسیح ما میارن میگه در جستجوی او هستین او را میشناسید منی که در جستجویش هستم منی که به عیسی مسیح ایمان آوردم روی خدا را میشناسم میدونم چه عملی انجام میده میدونم چی کار میکنه وقتی ایمان داشته باشم وقتی دعا بکنم باعث ایجابت بشه وقتی زنگ میزنن به ما میگن برای ما دعا بگو ما دعا میکنیم در کلیسا در جمع در خودم تنها وقتی بعدا زنگ میزنم میگن آقا در دعای تو این کار این کار که خواستیم شد پس در نام عیسی مسیح قدرت از عزیزان در یابید عیسی مسیح را او همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود روح القدس کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره روی خدا همیشه در او ساکنه و میتونه همه کارا رو انجام بده روی خدا وقتی عیسی مسیح با روی خدا اومد همه کار انجام میداد منم وقتی روی خدا رو دارم میتونم همه کار انجام بدم هر چیزی که عیسی مسیح خودش گفت هر چیزی که خودش گفت ایمان دارم که ای حقیقته میگه در های زندگی شما را یتیم و بی نخواهم گذاشت وقتی در طوفان زندگی هستی وقتی به نام عیسی مسیح دعا میکنی میگه من اونجا تو رو تنها نمیذارم وقتی ایمان داری به من دعا میکنی دعات اجابت میکنم ایمان داشته باش که دعات ایجابت میشه ولی با ایمان بدون شک بپذیر برای مدت کوتاهی از این دنیا خواهم رفت یعنی میگه من اومدم با شما قدم زدم ولی وقتی میگه من سلیم میکشن سه روز بعد از سه روز قیام میکنم میرم ولی همیشه با شما هستم مدت کوتاه همون سه روز بود تازه همون سه روزم هم با همه بود ولی اون سه روز مثلا گفته بودن که عیسی مسیر کشتیم تموم شد ولی نه شیطان کور خونده بود حتی در آن هنگام نیز با شما خواهم بود همون در اون سه روز هم گفت باز با شما هستم چون خود خدا بود من ببین این سغل که آدم چون وقتی تو عیسی مسیح رو نمیشناسی وقتی من این حرف میزنم میگه این داره کفر میگه دیگه از این کفر بالاتر نمیشه کفر نیست عزیز وقتی عیسی مسیح بشناسی تازه میفهمی من چی دارم میگم بهت زیرا دوباره زنده خواهم شد به چون من زنده ام شما نیز خواهید زیست من میگه زنده هستم شما با من هستین و زیست خواهید کرد وقتی زندگی را از سرگیرم خواهید دانست که من در خدای پدر هستم و شما در من هستید چطور اونجا گفت پدر رو دیدی دیدیم من رو دیدیم من در خدای پدر هستم خدا در من است اینجا میگه من در خداوند هستم شما هم در من هستید یعنی این همون حرف و همون کارهایی که خود عیسی مسیح میکرد ما هم چون به اون ایمان آوردیم فرزندش شدیم میشیم وابسته به خودش در بدن خودش میریم در عیسی مسیح زندگی میکنیم به خواستهای ما در نام عیسی مسیح است دعای ما در نام عیسی مسیح از خدای پدر میخوایم. که همه چی درست سقل نیست خیلی راحته ایمان آوردن به عیسی مسیح واقعا راحته فقط ایمان باید بیاری بعدا متوجه میشی که واقعا چقدر راحته چقدر آسان به عیسی مسیح ایمان آوردن و چقدر شادی بخش با عیسی مسیح را رفتن وقتی زندگی را از سر گیرم خواهید دانست که من در خدای پدر هستم و شما در من هستین و من نیز در شما هستم ایسای مسیح روی خداوند در ما زندگی میکنه به خاطر همون میگه اگه زنا بکنی کار خلاف بکنی روی خدا رو ناراحت کردی چون روی خدا در ما زندگی میکنه ما ای که به ایسای مسیح ایمان آوردیم کسی مرا دوست دارد که هر چی میگویم ایطاعت میکند و چون مرا دوست دارد پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد عیسی مسیح ببینید که عیسی مسیح رو نمیشناسه ولی خداوند یک یه چیزی در سختی در گرفتاری عیسی مسیح باز خودشه به اوش نشون میده که بدون عیسی مسیح خداونده بدون منجی اون داور اون اون بایسی بابا ما انسانیم به مردها ها هیچ وقت دستتون دراز نکنین مرده انسان مرد رفت به خدایی که حیات بخشه میگه را منم زندگی منم هیچ کس نمیتونه به خدای پدر برسه به غیر از از وسیله به وسیله من به مرده چی دست رازی بکنم آقا مردهی که مرد رفت تموم شد استخونش هم فقط مونده خود جون خودش هم با خاک یکسان شد به اونا دست دست ما دراز نکنیم به طرف اونا که اونا به ما حاجت بدن نه هیچ واسطه ای نمیخواد یک سره با ایسای مسیح وقتی ایمان میارین یک سره به نام ایسای مسیح دعا میکنین از خدای پدر میخواین در نام عیسی مسیح خیلی راحته خیلی راحته نه دین نمیدونم شریعته نه نمیدونم یه چیزی هست که ریاضت باید بکشی هیچ فقط یک اعلام و گناه باید بکنی بگی ایسای عیسی مسیح میدونم من گناهکارم و میدونم که تو روی صلیب رفتی به خاطر گناهان من و خون تو ریختی تا گناههای من پاک بشه میخوام امروز پادشاه زندگی من تو باشی عیسی مسیح و خداوند من باشی ببین این وقتی دعا میکنی به نام پدر پسر و روح القدس امروز اعلام میکنم که تو خدا و خداوند منی در قلب من وارد شد با من زندگی بگون پادشاه زندگیم باش همین میگه یکی از شاگردان به اسم یهودا البته نه یهودای اسخریوتی پرسید ای استاد چرا خود را فقط به شاگردانتان تا نشان می دهی ولی به مردم دنیا نشان نمی دهی؟ عیسی جواب داد من خود را فقط به کسانی نشان میدم که مرا دوست میدارم وقتی شما عیسی مسیح دوست ندارین و فرزندان عیسی مسیح به طرفداران عاشقان ایسای مسیح رو میگیریم میکشین عیسی مسیح چی چی بید نشون بیاد به تو چی بگه ولی اینقدر فیضش بزرگه اینقدر فیضش زیاده باز میاد اینقدر محبت زیاده باز میاد به کسایی نشون میده که اینه نمیشناسن بعد موقع پدرم خدا نیز ایشان را دوست دارد و ما نزد ایشان آمده با ایشان زندگی خواهیم کرد اگر کسی ما را دوست نداشته باشد کلام ما را اطاعت نخواهد کرد مثل این افراتیون مسلمون که فکر میکنن که ایسای مسیح رو میگن خداوند کفر نه کفر نیست عیسی مسیح است که در اون دنیا بهت حیات میده اگه قبول نکنی دیگه میری اون جایی که من نمیدونم کجا میری سخنانی که میشنوید از من نیست بلکه از پدری است که مرا فرستاده است این چیزها را اکنون با شما هستم میگویم ولی وقتی خدای پدر تسلی بخش را به جای من فرستاد همون روی قدوس خداست ای مسلمان ها اینا رو نگیریم بگیم محمد میخواد ببریسه نه همون روی خداست منظورم همون روح القدس است <تصفح> او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد در زم رو وقتی روی خدا میاد در تو ساکن میشه به تعلیم میده هر روزی که با خدا را میری دعا میکنی راز نیاز میکنی کتاب میخونی میشنبی این روح القدس هر لحظه با تو به طور رهنمایی میکنه چیزهایی برات باز میکنه که اصلا به فکر هیچ انسانی نمیاد هرچی من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد میگه هرچی به شما تعلیم میدم در کتاب روح القدس به یاد شما میاره که مثلا اگر یه خار خطایی داری میکنی روح القدس یه تکون میده توری میگه ای این را داره میری اشتباه ها اینه که تو تعلیم میده رو قدس. تو وجدانت داره به این میگه که این کار خطاست این کار غلطه این کار اشتباه من هدیه ای نزد شما میگذارم و میروم این هدیه آرامش فکر و دل است هر که به عیسی مسیح ایمان بیاره آرامش اون فکر دلی هست که آرامشی که من به شما میدم مانند آرامش این دنیا بی دوام نیست مثلا شما مرکه یه پولی مثلا زیاد به شما میده یه خونی میده یه فلان میده این آرامش نیست این آرامش نمیاره بلکه بدبختی های دیگر هم با خودش میاره میگه اون آرامش این دنیا بی دوامه و زود گذره نیست پس آسود خاطر باشی نترسید وقتی به عیسی مسیح ایمان میارید آسود خاطر باشید نترسید فراموش نکنید چی گفتم گفتم که میروم به زود باز میگردم اگر واقعا مرا دوست داشته باشید از این خبر شاید شاد خواهید شد چون نزد پدرم خدا باز میگردم که از من بزرگتر است چون با... از ازل با خدا بود و او خود و خدا بود از ازل میگه کلمه بود کلمه با خدا بود کلمه خود و خدا بود از, از ازل عیسی مسیح با خداوند بود من همه چیز را از پیش به شما گفتم تا وقتی واقع میشه بد به من ایمان آورید وقتی میگه همه این چیزها رو میبینین من پیشاپیش دارم به شما میگم که وقتی شد به من ایمان بیارین که من همون هستم که شما انتظار دارید. میگه دیگر فرصت زیادی نمانده است تا باز با شما سخن گویم زیرا شیطان که فرمانروای این دنیاست نزدیک میشود. شود چه موقعی بود و موقعی بود که آخرین سخنانش بود دیگه که در باغ جسمانی اومد اونجا اینا را گرفتن البته در برابر من هیچ قدرتی ندارد شیطان در برابر خدا هیچ قدرتی نداره ولی چون تو حاکم این دنیا فعلا خداوند بهش اجازه میده بلکه من آزادانه آنچه البته خدا بهش اجازه نمیده یا اینو انسان بهش اجازه داد آدم بهش اجازه داد سرقفله این دنیا رو این زمین داد به دست شیطان با یک دونه سیب <applause> بلکه من آزادانه آنچه پدر از من میخواهد میکنم تا مردم دنیا بدانند که من چقدر پدرم خدا را دوست دارم امروز عزیزان من این کلام شنیدید به ایسای مسیح رو شناختید که عیسی مسیح کیست خودش اعلام میکنه من و پدر یکی هستیم هر کی در منم باشه با من یکیه من با در او زندگی میکنم امروز با ایسای مسیح زندگی کن تا نتیجه شو ببینی تا تبدیل زندگی تو رو ببینی تا شخصیتی که عوض شده ببینی و مردمم میبینن به هر حال عزیزان باوش باشین با فکر باشین هوشیار باشین که شیطان میخواد که مملکت ما رو نابود بکنه به دست این اهریمن صفتان به بدانین که خداوند وقتی بهش ایمان بیاری با تو هست و با تو را میره به خداوند ایمان بیارین به ایسای مسی ایمان بیارید به زندگی رو در نام ایسای مسی آغاز بکنین که پایانش پیش خودشه وقتی این دنیا رفتیم پیش خودش میدین شما رو به خدا میسپرم تا وقتی دیگر بدرو تا درودی دیگر عزیزان مرسی که گوش دادی و نگاه کردین به تعلیماتو گرفتیم